سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان فرادرس. من امیررضا هدایتی هستم، کارشناس روانشناسی و مربی توسعه مهارت‌های فردی. در این آموزش قصد دارم شیوه های ایجاد تغییر در زندگی رو خدمت شما عرض کنم و قرار یک سری آموزش‌های عملی و کاربردی یاد بگیریم تا بتونیم به هدفمون خیلی راحت‌تر و بهتر دست پیدا کنیم. بهتون تبریک میگم که برای آموزش و پیشرفت خودتون وقت میذارید و دارید دنیا رو به جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل میکنید و بهترین سرمایه گذاری رو انتخاب کردید که سرمایه گذاری روی خودتون هست. و یاد یک جمله معروف میفتم که میگه امروز کارهایی رو انجام میدم که دیگران حاضر نیستند انجام بدن تا فردا کارهایی رو انجام بدم که دیگران قادر نیستند انجام بدن. شما امروز دارید وقت میذارید و برای آموزش خودتون سرمایه گذاری میکنید، در حالی که خیلی از افراد هستند که بدون هدف دارند توی شبکه‌های اجتماعی میچرخند و وقتشون رو تلف میکنند و شما امروز این هزینه رو میکنید و فردا کارهایی رو میکنید و کارهایی انجام میدید که دیگران قادر به انجام اون نیستند. نکته مهمی که در ابتدای آموزش باید خدمت شما عرض کنم این هست که دیدن این آموزش هیچ کمکی به شما نمیکنه تا وقتی که اقدامات مربوط به هر مبحث رو انجام بدید. در طول آموزش یک سری اسلاید هایی به عنوان اقدامک خدمت شما عرض میشه و شما برای اینکه بتونید این آموزش رو بهتر یاد بگیرید و روند کاربردی اون رو در زندگیتون پیاده سازی کنید، نیاز دارین که این اقدامک ها رو به صورت عملی انجام بدید. پس شما خواهش میکنم در طول دوره اقدامک هایی که خدمت شما عرض میشه رو در زندگیتون پیاده کنید تا بتونیم اون انتظاری که از این آموزش داریم رو بهش برسیم. و نکته دیگه که باید خدمت شما عرض کنم این هست که مثل یادگیرنده حرفه‌ای رفتار کنید. یعنی یک یادگیرنده حرفه‌ای موقع آموزش دیدن همیشه کاغذ و قلم کنارش هست، چون به مغزش این رو القا میکنه که در حال یادگیری هست و این چیزهایی که می‌نویسه و یادداشت میکنه قراره یک روزی پیاده سازی بشه و اون پیاده سازی آموخته هامونه که منجر به تغییر زندگیمون میشه، نه صرفا دیدن یک آموزش. چون که ما بعد از دیدن یک آموزش دچار یک توهم آگاهی میشیم و فکر میکنیم که خیلی چیزهای جدید یاد گرفتیم، در صورت که این چیزهای جدید زمانی برای ما کاربردی هستن که ما بتونیم اون رو توی زندگی هم پیاده سازی کنیم و نتیجهش رو بگیریم. پس یک یادگیرنده حرفه‌ای تمام چیزهایی که قراره توی زندگیش پیاده سازی کنه رو یادداشت میکنه و برنامه‌ای برای اجرای اون رو در نظر میگیره. یکی از فایده‌های مهمی که یادداشت برداری داره اینه که مغز ما متوجه میشه که این فیلم آموزشی که در حال دیدن اون هستیم با یک سریال یا فیلم سینمایی متفاوته. پس مغز حالت تمرکزش رو بیشتر و بیشتر میکنه تا بتونه بهتر یاد بگیره. پس ما با یادداشت برداری به مغز دستور میدیم که یادگیری بیشتر انجام بشه و تمرکزش رو بیشتر کنه. حتی حالت نشستن ما هم در میزان یادگیری ما تأثیر گذاره. شما دو تا فرد رو تصور کنید که یکیش روی مبل لم داده و داره به یک فیلم آموزشی نگاه میکنه و یک فرد دیگه قشنگ پشت میز نشسته و داره آموزش رو میبینه. قاعدتا در حالت دوم اون فرد شبیه تره به یک آموزش گیرنده یه حرفه‌ای، پس بهتر یاد میگیره. و از شما خواهش میکنم که بتونید در این روند آموزشی مثل یک یادگیرنده حرفه‌ای عمل کنید و ادامه مسیر رو همراه شما باشیم. اگه بشه تو این دنیا یک چیز رو تضمین کرد، قطعاً اون چیز تغییره. چیزی که همیشه میشه با اطمینان بهش گفت که امروز با دیروز متفاوته و فردا هم با امروزی که سپری کردیم تفاوت داره. شاید بعضی روزا حس کنید که هیچ تغییری نکردید و هیچ تغییر اتفاق نیفتاده، ولی هر روز این تغییرات در ما به وجود میان، در ما، در محیط اطراف ما این تغییرات حتی شده کوچیک به وجود میان و این تغییرات هست که زندگی ما رو جذاب میکنه. فرض کنید همون غذاهایی که موقع بچگی میخوردید رو الان بخورید، واقعا خنده‌دار به نظر میرسه. یا رفتارهایی که در زمان کودکی انجام میدادید رو الان انجام بدید. و اگر این تغییرات صورت نمیگرفت یک ذره برای ما ناخوشایند بود. پس تغییرات باعث میشه که ما بتونیم رشد کنیم، پیشرفت کنیم و پایه پیشرفت کردن تغییره. ما برای اینکه پیشرفت کنیم، رشد کنیم، باید
تغییر به وجود بیاریم و این تغییر میتونه به سمت مثبت یا منفی باشه و جهتش رو ما تعیین میکنیم. حالا ببینیم معنای تغییر چیه؟ تغییر به معنی عوض کردن بخشی از زندگیه. این بخش میتونه ویژگی های ظاهری ما باشه یا میزان مهارت هایی که بلدیم باشه و هر چیزی که قابلیت تغییر داره رو شامل میشه. به این معنی که فصلی از زندگی بسته میشه و وارد فصل جدید میشیم. فرض کنید نرم افزارهایی که ما استفاده میکنیم آپدیت نمیشدن، به روز نمیشدن و از نرم افزارهایی با نسخه های قدیمی استفاده میکردیم. قاعدتا نمیتونستیم نیازهایی که امروز داریم رو برطرف کنیم. پس نرم افزارها هم مثل ما نیاز دارن که به روز بشن، نیاز دارن که آپدیت بشن. این تغییرات باید به وجود بیاد تا ما بتونیم در زندگی پایدار باشیم. این تغییرات هست که وجود ما رو تضمین میکنه. و نکته مهمتر این هست که تغییرات هستن که به زندگی ما هیجان میبخشن. فرض کنید 4 فصل سال شبیه یکدیگه بود و هر سال ما 4 فصل شبیه هم رو میدیدیم و هیچ تغییری به وجود نمیاد. همیشه زمستون بود یا همیشه تابستون بود و این برای ما خسته کننده بود. این هیجان دیدن یک هدف جدید هست که ما رو تغییر میکنه به سمت اون هدف بریم و تلاش کنیم براش. تغییر اتفاق میفته، خواه ما بخوایم یا نخوایم. تغییر توی زندگی ما رخ میده. پس برای موفقیت باید آگاهانه مسیر تغییر رو انتخاب کنیم و به سمت پیشرفت قدم برداریم. مثل این نباشه که قایقی داشته باشیم در دریا و بدون هیچ اقدامی به سمت یک مقصد نامعلوم پارو بزنیم. ما وقتی هدف داشته باشیم و آگاهانه مسیر تغییر رو انتخاب کنیم، مثل این میمونه که بادبانهامون رو کشیدیم و با استفاده از جهت باد داریم به مقصدمون میرسیم. ولی وقتی آگاهانه مسیر تغییر رو انتخاب نکنیم، موجها و باد ما رو به هر سمتی که دوست داشته باشن میبرن و شاید هیچ وقت به هیچ مقصدی نرسیم. پس این اختیار رو داریم که تغییرات رو خودمون انتخاب کنیم و روی زندگیمون و اهدافی که به دست میاریم تأثیرگذار باشیم. خب تا اینجا روند تغییر رو بررسی کردیم و حالا نوبت اینه که از خودمون بپرسیم هدف ما از تغییر چیه؟ اصلاً چرا باید تغییر کنیم؟ آیا باید چرایی برای تغییر داشته باشیم یا اصلاً لازم نیست؟ و اینکه اگر تغییر نکنیم چه اتفاقی برامون میفته؟ آیا با همین روند پیش بریم اتفاق خاصی برامون میفته یا نه؟ گاوی یک نظریه داره به نام نظریه انتخاب طبیعی. در این نظریه داروین میاد میگه یا تغییر میکنید با محیط اطرافتون وفت پیدا میکنید یا حذف میشید. یعنی همیشه موجوداتی که برتری دارن نسبت به سایر موجودات، اونهایی که میتونن نیازهای اولیه‌شون رو رفع کنن و با محیط خودشون رو وفت بدن، ماندگاری بیشتری دارن. انتخاب طبیعی میگه اونی که سازگارتره میمونه، اونی که بهتره میمونه. پس ما هم برای موندن توی صحنه زندگی باید بهتر و سازگارتر بشیم و مهارت هامون رو افزایش بدیم تا بتونیم با محیط اطرافمون، با تکنولوژی و با پیشرفتی که در دنیای امروز وجود داره وفق پیدا کنیم و بتونیم اون اهدافی که تو ذهنمون هست دست پیدا کنیم تا از صحنه زندگی حذف نشیم. به نظرتون نوکیا چرا از دایره بهترین گوشی‌های جهان حذف شد؟ نوکیا چه اشتباهاتی داشت که دیگه به عنوان رقیب اصلی شرکت‌های تولید کننده گوشی همراه اسمی ازش یاد نمیشه؟ نوکیا برای تغییر بسیار کند عمل کرد. این کند عمل کردن برای وقف دادن با محیط و تکنولوژی باعث شد نوکیا از دور رقابت حذف بشه. مورد بعدی این که نوکیا مرد عمل نبود. نوکیا ایده های خوبی شاید داشت ولی عملی کردن اونها خیلی مهمتر بود نسبت به اینکه چه ایده هایی دارند. و مورد سوم این که نوکیا در طول یک روز ورشکست نشد. این خیلی مهمه. آدم ها در طول یک روز، در طول چند ساعت یا در طول یک هفته تغییر نمی کنن. این رفتارهای کوچیکه، این تصمیمات کوچیکه یک شرکت، یک فرد یا یک سازمان هست که اون رو به موفقیت یا شکست میرسونه.
پس ما نباید انتظار داشته باشیم که چند روز یک کار رو انجام دادیم یک نتیجه درست بگیریم یا یک نتیجه موفقیت آمیز بگیریم یا یک کار اشتباه رو به مدت محدود انجام بدیم و بگیم دیدین من شکست نخوردم، بلکه شکست و موفقیت یک روندن که در ازای یک سری تصمیماتی که ما میگیریم، در ازای یک سری کارهایی که ما میکنیم و اقداماتی که ما انجام میدیم اون مقصد مشخص میشه که آیا مقصد خوبی هست یا نه. و مورد بعدی این که تغییرات مثبت و منفی همونطور که گفتیم به مرور نتیجه میدن. ما نباید انتظار داشته باشیم که یک اقدام در یک روز باعث تغییر و تحول عظیمی در ما بشه، یا نمیتونیم بگیم که یک شرکت با یک اقدام کلن ورشکسته شد، بلکه یک سری تصمیمات اشتباه یا یک سری اقدامات اشتباه پشت هم انجام شد که اون تصمیم اشتباه نهایی گرفته شد، که اون اقدام اشتباه نهایی انجام شد و منجر به شکست شد. ما باید الان از نوکیا درس بگیریم و اشتباهات نوکیا رو تکرار نکنیم. نوکیا یک پیشگام در بازار موبایل های هوشمند بود. دقیقاً اون بود که معنای اسمارت فون رو با سری 60 سیمبیان خودش در سال 2002 به دنیا معرفی کرد. اما پس از اینکه رشد سیستم عامل بسیار کند شد، طی 5 سال سیمبیان تغییر چندانی نکرد و این باعث شد که اون از بازار رقابت حذف بشه، چون که هیچ آپشن یا هیچ چیز اضافه‌ای در طول این 5 سال اون سیستم عامل اضافه نشده بود. یکی از برتری‌های اصلی سامسونگ و سایر شرکت‌ها نسبت به نوکیا این بود که عکس العمل سریعی نسبت به نیاز بازار نشون دادن. اونها اومدن یک سیستم عامل جدید رو متناسب با نیاز بازار معرفی کردن و تونستن اون سیستم عامل رو متناسب با موقعیتی که دارن ارتقا بدن هر روز، و این باعث شد که در بازار باقی بمونن و بازار رو به دست خودشون بگیرن. پس ما برای اینکه بتونیم پیشرفت کنیم، رشد کنیم، باید با محیط اطرافمون سازگار بشیم. اگر نتونیم سازگار بشیم، نمیتونیم به اون اهدافی که داریم برسیم. ما خواه ناخواه در اجتماع زندگی میکنیم و نیاز ما و هدف ما وابسته به نیاز و هدف اطرافیان و اجتماع ماست. ما نمیتونیم تصمیم جداگانه‌ای برای خودمون بگیریم و بگیم ما با تصمیم خودمون موفق میشیم. ما خواه ناخواه باید متناسب با محیطی که در اون زندگی میکنیم، متناسب با وضعیت و زمانی که در اون زندگی میکنیم، یک سری مهارت‌های جدید یاد بگیریم، یک سری ویژگی‌های رفتاری جدید به خودمون اضافه کنیم تا بتونیم راحت‌تر و بهتر به هدفمون برسیم. سعی کنیم چیزهای جدید رو امتحان کنیم، سعی کنیم روش‌های جدید رو امتحان کنیم، با افراد جدید ارتباط برقرار کنیم و سعی کنیم تصمیمات جدیدی رو توی زندگیمون پیاده سازی کنیم، چون که اگر این کار رو نکنیم عقب میمونیم. روشی که دیروز نتیجه داد شاید امروز نتیجه بخش نباشه. شما میتونید برنامه غذایی دوران کودکتون رو الان بخورید؟ قاعدتا نه. یا میتونید رفتارها و کارهایی که در دوران کودکی انجام میدادید رو انجام بدید؟ یا حتی میتونید به اون اندازه فعال باشید که در زمان کودکی و نوجوانی فعال بودید؟ پاسخ نه دوباره تکرار میشه. پس ما متناسب با زمان و موقعیتی که در اون قرار داریم باید رفتار کنیم و این رفتار کردن ما باعث میشه به اون اهدافی که داریم برسیم. ما اگر در یک موقعیت رفتار متناسب با اون موقعیت رو انجام ندیم، قاعدتا نمیتونیم از اون نتیجه بگیریم. پس باید این رو بپذیریم که علاقه ها، مسئولیت ها و ویژگی هامون در طول زمان تغییر کردن و این ما هستیم که باید با محیط جدیدمون سازگار بشیم و به جایی که میخوایم برسیم. اگر ما بیایم سیر پیشرفت وسایلی که در اطراف ما وجود دارن رو بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم که این وسایل یک روزه به اینجا نرسیدن، این وسایل در یک هفته به اینجا نرسیدن، این اتفاقات، این پیشرفت‌ها کوتاه مدت نبوده. لپتاپ، کامپیوتر یا موبایل یا هر وسیله‌ای که دارید الان با اون این فیلم آموزشی رو نگاه می‌کنید، یک روزه به اینجا نرسیدن، یک روزه این مسیر تکنولوژی رو طی نکردن، بلکه سال‌ها تغییر باعث شده که یک سیستم عامل، یک نرم افزار، یک گوشی یا لپتاپ تبدیل به چیزی که الان هست بشه.
این پیشرفت دائم و مستمر تکنولوژی بوده که تونسته چیزی که قبلا بوده رو به چیزی که الان هست تبدیل کنه. پس پیشرفت مستمر یکی از ارکان اصلی رسیدن به هدف موفقیته. این وسایل با تغییراتی که در طول زمان داشتن تونستن همگام با پیشرفت تکنولوژی و سبک زندگی خودشون رو سازگار کنن. پس ما هم برای اینکه به هدفمون برسیم متناسب با زمان باید سازگار بشیم. باید پیشرفت کنیم. باید خودمون رو ارتقا بدیم. ما که اشرف مخلوقات هستیم نسبت به یک نرم افزار، نسبت به یک وسیله چندین برابر باید خودمون رو ارتقا بدیم. مثل افرادی نباشیم که یک سال را 40 بار، 50 بار، 80 بار زندگی میکنن. بلکه ما هر بار که تاریخ تولدمون رو میبینیم باید یک سری رفتارها، یک سری مهارت‌های جدید بهمون اضافه شده باشه. پس ما با اضافه کردن یک سری ویژگی‌های جدید، یک سری مهارت‌های جدید، یک سری طرز فکر‌های جدید میتونیم ارتقا پیدا کنیم و به هدفمون برسیم و پیشرفت کنیم. هرچه سازگاریمون با محیط بیشتر باشه، هرچه تغییراتمون متناسب با محیط و موقعیت و زمان بیشتر باشه، طول عمر و ماندگاری و موفقیتمون هم بیشتره. نتیجه استمرار در رشد یعنی برتری، یعنی پیشرفت، یعنی اول شدن در بازار. استیو جابز هیچ وقت فکر نمی کرد که این گوشی یه روزی تبدیل بشه به این گوشی. ولی چی شد که این اتفاق افتاد؟ آیفون اصلی که همون آیفون 2G هست یک گوشی هوشمند همراهی که در روز 9 ژانویه 2007 توسط خود استیو جابز به بازار معرفی شد. مدیر عامل شرکت اپل هیچ وقت فکر نمی کرد که آیفون در این سالها تبدیل به یک گوشی هوشمند رده اول بازار بشه. استمرار بود که در مسیر رشد باعث شد که آیفون 2G الان به برترین گوشی دنیا تبدیل بشه. پس ما برای اینکه بتونیم برتری نسبت به اطرافیان، نسبت به موقعیت داشته باشیم، باید در مسیر رشد استمرار داشته باشیم. این استمرار باعث میشه که ما پیشرفت کنیم، ما رشد کنیم. اگه اون گوشی 2G با همون امکانات به مسیر خودش ادامه میداد، قاعدتاً از بازار حذف میشد. پس تغییر متناسب با زمان و موقعیت باعث شد که تبدیل به گوشی های سری آیفون جدید بشه و بتونه نیازهای افراد در جامعه رو رفع کنه و داخل بازار باقی بمونه و حذف نشه. ما هم برای اینکه بتونیم در بازار صنعت خودمون، در بازار کار خودمون، در زندگی خودمون باقی بمونیم، باید پیشرفت کنیم و سازگار بشیم. این قانونیه که وجود داره و نمیشه اون رو نفی کنیم. خیلی از افراد الان دچار ترس میشن، دچار کاملگرایی میشن یا استرس میگیرن که الان ما که نسبت به رقیبمون، نسبت به اطرافیانمون خیلی عقبیم و این ترس باعث میشه که هیچ وقت شروع نکنن. اینکه میگه اگه ما بخوایم به اون شخص تبدیل بشیم، اگه با اون شرکت بخوایم رقابت کنیم، هیچ وقت بهش نمیرسیم. ولی این رو نادیده میگیرن که قرار نیست عالی باشی تا شروع کنی. اونها هم هیچ وقت عالی نبودن وقتی شروع کردن. گوشی هوشمند آیفون وقتی معرفی شد آیا عالی ترین در زمان خودش بود؟ آیا بهترین بود؟ قاعدتا نه. و این استمرار در مسیر رشد و پیشرفت باعث شد که به برتر بودن برسه، به عالی بودن برسه. پس برای اینکه عالی بشی باید شروع کنی و دست از استرس و کاملگرایی و ترس برداری. چون خیلی از افرادی که الان برترین های حوزه خودشون هستن، برترین های کار و زندگی خودشون هستن، یک روزی از یک چیز کوچیک شروع کردن و اون چیز کوچیکی رو هی ارتقا دادن و پیشرفت کردن و تونستن به جایگاهی که الان هستن برسن. به صورت کلی انواع تغییرات در زندگی به دو دسته، تغییرات از نظر نوع و تغییرات از نظر زمان تقسیم بندی میشن و هر کدوم از اونها هم به دو دسته تقسیم میشن. از نظر نوع، نوع مثبت و منفی، و از نظر زمان به بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم میشن. تغییر از نظر نوع همونطور که گفتیم به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشه. تغییر مثبت مثل اینه
یک مهارت جدید رو یاد بگیریم یا مطالعه کنیم و یک عادت جدید و رفتار جدید رو در خودمون ایجاد کنیم. اینها نمونه هایی از تغییر مثبت هستند و نمونه هایی از تغییر منفی عبارتند از وبگردی، عدم تحرک یا یک عادت و رفتار بد رو در خودمون ایجاد کنیم که نمونه هایی از تغییر منفی هستند که در بلند مدت باعث میشن که ما در مسیر رشد سیر نزولی داشته باشیم و به هدفمون نرسیم. و نکته مهمی که باید اینجا بهش اشاره کنیم اینه که سکون در نهایت منجر به تغییر منفی میشه. خیلی از افراد فکر میکنن وقتی ساکن باشن کاری انجام ندن هیچ تغییر نمی کنن. در صورت که این تغییر همیشه خواه ناخواه که قبلا بهش اشاره کردیم رخ میده و ما نمیتونیم جلوی اون تغییر رو بگیریم. پس زمانی که ما سکون هستیم و رشد نمی کنیم داریم به سمت نزولی و به سمت عدم رشد پیش میریم. پس باید حواسمون باشه که همیشه در راستای تغییر مثبت و رشد کردن باشیم تا بتونیم جلوی این سکون و تغییر منفی رو بگیریم. تغییر از نظر زمان هم همونطور که گفتیم به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم میشه. تغییر بلند مدت مثل ورزش کردن و رسیدن به تناسب اندام هست که ما وقتی با هدف تناسب اندام داریم ورزش میکنیم یک دید بلند مدت نسبت به اون داریم. یعنی ما ورزش میکنیم که در طول یک سال، در طول چند سال بتونیم به اون اندام متناسب خودمون برسیم، به اون سلامتی برسیم و این مثالی از تغییر بلند مدت. در حالت بعدی تغییر کوتاه مدت هست که یک شب پولدار شدن مثل برنده های لاتاری که وجود دارن یا استفاده از داروهای غیر مجاز کاهش وزن سریع که باعث میشن در یک ماه چند ده کیلو وزن کم کنیم و این باعث میشه که یک سری آسیب های جبران ناپذیر رو به بدنمون وارد کنیم. کسب و کارهایی که زیر ساخت کافی و مناسب رو آماده نکردن و شروع به تبلیغات گسترده میکنن و یک سری تغییرات عظیم رو در مدت کوتاهی تجربه میکنن و نبود این زیرساخت ها و نداشتن برنامه باعث میشه که روند شکست رو در پیش بگیرن. و اگر در حالت کلی حساب کنیم تغییرات بلند مدت خیلی ماندگارترن، خیلی اثرشون بیشتره و تغییرات کوتاه مدت مثل یک مسکن عمل میکنن و در بلند مدت نمیتونیم از اونها نتیجه مثبت دریافت کنیم. ژاپنی‌ها در راستای تغییرات بلند مدت و کوتاه مدت یک زبان مسئله خیلی جالب دارن که میگن دنبال برف سر ظهر نباش. حالا معنیش چیه؟ یعنی دنبال تغییرات بزرگ کوتاه مدت نباش، مثل برفی که سر ظهر میباره و همه جا رو سفید میکنه ولی نهایتاً دو ساعت بعد آب میشه، ولی برفی که در طول شب میباره شاید زمان بیشتری طول بکشه ولی ماندگاری و اثرش طولانی تره. تو زندگی هم باید سعی کنیم کارهایی رو انجام بدیم که مثل برف سر شب هستن و اثر و ماندگاری بالاتری دارن. یک مثال معمول و مطرحی که شاید از تغییر کوتاه مدت دیده باشید یا خودتون امتحان کرده باشید اینه که سرخیزی و بیدار شدن ساعت 5 صبح هست. خیلی ها فکر میکنن وقتی صبح زود بیدار میشن و سرخیزن زندگیشون به کل تغییر میکنه، ولی نبودن زیرساخت، نداشتن برنامه و هدف باعث میشه اون 5 صبح بیدار شدنه تبدیل به یک عادت بیهوده بشه. یا یک هفته هر روز ورزش کردن. ما هر روز ورزش میکنیم تا بتونیم به یک تناسب اندام برسیم، ولی آیا این استمرار هم پشت اون وجود داره یا بعد چند روز تموم میشه؟ پس استمرار خیلی مهمتر از شدته. ما شاید بهتر باشه که هفته ای 3 روز ورزش کنیم ولی در بلند مدت، نه اینکه هر روز ورزش کنیم در مدت 1 هفته یا 1 ماه. پس داشتن برنامه، زیر ساخت و هدف میتونه به ما کمک کنه که خیلی راحت تر به هدفمون برسیم. یکی از نکات مهمی که به ما کمک میکنه تا متوجه بشیم در کجای زندگی قرار داریم و قراره به کجا بریم تمرین خودآگاهیه. یعنی الان خودتون رو با 3 یا 5 سال بعد خودتون مقایسه کنید.
در 3 یا 5 سال بعد خودتون قراره چه کارهایی انجام بدید؟ به چه کسی تبدیل بشید؟ و آیا اگر تغییر نکنید و بهتر نشید به هدفتون میرسید؟ آیا هدفی که مد نظرتون هست با همین مسیر قابل دستیابی هست یا نه؟ اینو لطف کنید برای خودتون بنویسید و برای خودتون نگه دارید، چون که نوشتن باعث میشه ما راحت تر چیزی که تو ذهنمون هست رو درک کنیم و برای اون برنامه‌ریزی داشته باشیم. خب حالا میخوایم مبحث ویلیام گلاسر و تئوری انتخاب رو بررسی کنیم و میخوایم ببینیم که آقای ویلیام گلاسر چه کسی بود و چه کارهایی انجام داد. دکتر ویلیام گلاسر روانپزشک اهل آمریکا بود که در 11 می 1925 متولد شد و در سن 88 سالگی در 23 اکتبر 2013 فوت کرد. ایشون پایه‌گذار تئوری انتخاب بودند و مخالف روش‌های درمانی مرسوم بودند که در روانپزشکی استفاده می‌شد و به این تاکید داشتند و می‌گفتند ما قربانی و برده ژنتیک، محیط و تجربه‌های خوب و بد گذشته‌مون نیستیم، بلکه ما می‌تونیم با انتخاب‌هایی که انجام می‌دیم آینده‌ای که برای خودمون در نظر داریم رو بسازیم. حالا تئوری انتخاب چه کاری انجام میده؟ تئوری انتخاب میاد چرایی و چگونگی رفتار ما رو بررسی میکنه و میگه ما میتونیم رفتارمون رو انتخاب کنیم و تاکید داره و میگه اگرچه گذشته ما در آنچه که امروز هستیم نقشی غیر قابل انکار داره، اما ما میتونیم انتخاب کنیم رفتارهایی داشته باشیم تا نیازها و خواسته های خودمون رو به شیوه مؤثر ارضا بکنیم و اون انسانی بشیم که دلمون میخواد. پس رفتارهایی که ما انجام میدیم انتخابهای ما هستند. ما انتخاب میکنیم که از کدوم مسیر بریم. ما انتخاب میکنیم که از چه روش استفاده کنیم. و تعریف رفتار. رفتار هر آنچه که از ما سر میزنه وقتی تحسین یا تشویق میکنیم کسی رو یا وقتی نگران هستیم و احساس عصبانیت داریم، اینها نمونه های از رفتار ما هستند. یا حتی وقتی که نگران شرایط مالی و آیندمون هستیم و احساس یأس و ناامیدی داریم، اینها نمونه های از رفتارهای ما هستند که از ما سر میزنند. و انتخاب، تقریبا همه رفتارهای ما انتخابی هستند. کلمه رفتار در تئوری انتخاب صرفا در ساخت و مدیریت رابطه ها و تصمیم های روزمره و انتخاب هایی که آگاهانه انجام میدیم به کار نمیره و خلاصه نمیشه، بلکه حتی افسردگی هم یک رفتار انتخابیه. رفتاری که هرچند ناآگاهانه اما بر اساس تحلیل و منافع و دستاوردها و هزینه هامون اتخاذ و انتخابش میکنیم. به همین علته که افسردگی کردن در مقایسه با اصطلاح افسرده بودن دقیق تره. حالا میخوام یک داستان جالب راجع به تئوری انتخاب و اینکه چطور ما میتونیم انتخاب کنیم آیندمون رو براتون تعریف کنم. در این داستان یک روز تاجری داشت از مسیر رد میشد که یک جوونی رو دید که داشت کنار جاده گدایی میکنه و رفت پیش اون جوونه، دید خیلی سالم و سرحاله، ولی با تعجب ازش پرسید چطوره که تو با این که خیلی سالمی و جوونی و میتونی کار کنی داری گدایی میکنی؟ اون جوان حالا با بهونه‌ای که آورد تهش به این رسید که من سرمایه اولیه برای انجام کار رو ندارم. تاجر هم به اون گفت من سرمایه اولیه رو در اختیار تو قرار میدم و هر وقت که کسب و کار رشد کرد اون سرمایه رو دوباره به من برگردون. جوان هم با تردید قبول کرد و شروع کرد به راه اندازی کسب و کار خودش. ولی بعد از مدتی جوان دوباره پیش تاجر برگشت و پولش رو برگردون و بهش گفت من میخوام دوباره به گدایی برگردم و دیگه نمیخوام تجارت رو ادامه بدم. تاجر با تعجب ازش پرسید چرا، چطور، مگه اتفاق افتاده؟ جوونه گفت این شغلی که من دارم پر از استرس و استراب و بعد سختی و زحمته، ولی تو گدایی کردن من دارم اونجا یه جا میشینم و بدون اینکه کاری کنم مردم به من پول میدن. پس اون جوونه انتخاب کرده بود که گدایی رو ترجیح بده به کسب و کار و کاری که شاید پولش بیشتر بود، شاید موفقیتش بیشتر بود، ولی اون جوونه به خاطر زحمتی که اون کسب و کار داشت گدایی کردن رو ترجیح داد.
پس ما خواه ناخواه در زندگی انتخاب میکنیم که چه کاری رو انجام بدیم. پس اون تاجره به جوونه کمک کرد، ولی اون جوونه انتخاب کرد که گدایی رو ادامه بده. پس این انتخاب های ماست که سرنوشت ما رو میسازه. گلاسر برای بیان نحوه تصمیم گیری و عمل کرده ما اومد از اصطلاح ماشین رفتار استفاده کرد و رفتار ما رو به یک ماشین تشبیه کرد. حالا مؤلفه‌های ماشین رفتار چی هستن؟ همونطور که ماشین از 4 چرخ تشکیل شده، رفتار ما هم به 4 مؤلفه تقسیم بندی شده. مؤلفه فکر و اقدام که چرخ‌های جلویی ماشین رفتار هستند و مؤلفه کارکرد بدن یا همون فیزیولوژی و احساس که چرخ‌های عقب ماشین رفتار ما رو تشکیل میدن. گلاسر معتقد بود ما با هر وضعیت و شرایطی، با هر پدر و مادری، در هر شهر و کشوری به دنیا بیایم، همواره بر 2 چرخ جلوی ماشین خودمون میتونیم کنترل 100% داشته باشیم که شامل فکر و اقدام هستن. به عبارت دیگه ما با کنترل چرخهای جلوی ماشینمون میتونیم چرخهای عقب ماشینمون رو هم کنترل کنیم. چرخهای جلوی ماشین رفتارمون که فکر و اقدام ما هستن، با هر سرعت و در هر جهتی برن، چرخهای عقب ماشین رفتار ما هم در همون راستا و با همون سرعت حرکت میکنن. یعنی وقتی ما فرمون ماشین رفتارمون رو به دست نمیگیریم و چرخهای جلوی ماشین رفتارمون رو کنترل نمیکنیم، احساس و فیزیولوژی بدنمون هم در کنترل ما نیست. اگر به شما بگم همینطور که نشستین ضربان قلبتون رو افزایش بدید، نمیتونید، چون مربوط به فیزیولوژی شماست. یا به شما بگم 10% خوشحالتر بشید، نمیشه، چون مربوط به احساس شماست. ولی اگر بگم لبخند بزنید و یکم صافتر بشینید، این باعث میشه که در احساس و کارکرد بدن شما تغییر ایجاد بشه و شما دیگه اون حالت قبلی رو نداشته باشید. پس ما در احساس و فیزیولوژیمون تغییر ایجاد کردیم به وسیله فکر و اقداممون. و هرگاه ما بتونیم فکر و اقداممون رو تغییر بدیم، حالت احساس و فیزیولوژی ما هم تغییر میکنه. پس ما میتونیم با این آگاهی وقتی احساس خوبی نداریم، یک فکر جدید بکنیم، یک اقدام جدید بکنیم و چرخهای جلوی ماشین رفتارمون رو تحت کنترل خودمون بگیریم و احساس و فیزیولوژی جدیدی در خودمون ایجاد کنیم. مسائلی که در زندگی ما اتفاق میافتن رو میتونیم به 3 بخش دسته‌بندی کنیم در دایره کنترل. دایره کنترل دایره‌ای که به ما کمک میکنه خیلی راحت‌تر بتونیم تصمیم بگیریم و بازدهی و راندمانمون رو در انجام کارها در طول زندگی بالا ببریم. و اتفاقاتی که در زندگی ما برای ما میفته به این 3 دسته تقسیم میشن: دایره نگرانی‌ها، دایره نفوذ و دایره کنترل. دایره نگرانی‌ها شامل شرایط اقتصادی جامعه، شرایط آب و هوا، سیاست، جنگ و چیزهایی از این قبیله و ما فقط 5% میتونیم روی اون و تغییرش مؤثر باشیم. پس ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که زیاد روی این ناحیه متمرکز نشیم و انرژیمون رو صرف انجام کارهایی بکنیم که روش نفوذ داریم و کنترل داریم. پس دایره بعدی میشه دایره نفوذ که حدود 70% میتونیم در اون تغییر ایجاد کنیم و شامل روابطمون با دیگران، درآمدمون، جنبه‌های ارتقای شغلی و وضعیت سلامتمون و چیزهای از این قبیله. ما میتونیم درآمدمون رو تا حدی تغییر بدیم، شغلمون رو تا حدودی تغییر بدیم یا وضعیت سلامتیمون رو همینطور. پس با ورزش بیشتر، تغذیه سالمتر، سلامتی ما قابل تغییر و میتونیم رو اون نفوذ داشته باشیم. و دایره بعدی که دایره مهمتری هست و بیشتر تصمیمات و اقدامها و رفتارهای ما در این دایره انجام میشه و کنترل 100% روی اونها داریم، دایره کنترله. این دایره شامل تمام اقدام‌ها و رفتارهای ما میشن و ما نمیتونیم بگیم کسی روی ما تأثیر گذاشته، چون این با اختیار کامل ما انجام میشه و موافقت و مخالفت دیگران نمیتونه تأثیر چندانی بشه و مانع انجام کار ما بشه.